محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 3 ماه و 1 روز حبس و پرداخت جزای نقدی برابر با 1 میلیارد تومان محکوم شد. این خبر مهم در روزهای اخیر به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد. خبری که در اون کسی از بانیان پیگیری پرونده محمد رضا رحیمی چیزی نگفت. سال 1388 بود که علیرضا زاکانی، الیاس نادران و احمد توکلی با طرح شکایتی از معاون اول رئیس جمهور پیشین اعلام کردند که تخلفات رحیمی تنها به مدرک تحصیلیش محدود نیست. موضوعی که با واکنش رحیمی مواجه شد و معاون رئیس جمهور از این سه نماینده شکایت کرد. اما 2 سال بعد دوباره این سه نماینده شجاع شکایت خودشون رو از معاون اول احمدی نژاد با اتهامات بیشتری تکرار کردند. این پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله رالیجانی بیان می‌کنند، این متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره. متهمه، مسلم متهمه. نمی‌ذارم بررسی بشه. ایستادگی جدی این سه نماینده اصولگرا بالاخره سبب شد تا محمد رضا رحیمی در دادگاه محکوم و رأی نهایی درباره وی صادر بشه. در این بین بسیاری از فرصت طلبان سیاسی که علاقه زیادی به متهم ساختن جریان اصولگرا داشتند تا به امروز اشاره‌ای به پیگیری‌های سه نماینده اصولگرای مجلس در این پرونده نکردند. این رسانه‌های اصلاح طلب پس از صدور حکم رحیمی تمام تلاش خود را برای ربط دادن پرونده رحیمی به اصولگرایان انجام دادند، غافل از اینکه نماینده‌های اصلاح طلب مجلس کوچکترین واکنشی نسبت به پرونده رحیمی نداشتند. حالا ملت ایران یک بار دیگر شاهد برخورد قاطع نظام با یکی از مدیران بلندپایه است. برخوردی که با همت شبانه روزی و ایستادگی نمایندگان اصولگرای مجلس رخ داد. نمایندگانی که سابقه طولانی در برخورد با مفاسد اقتصادی دارند. معلوم نبود اگر این نماینده ها نبودند آیا نمایندگان اصلاح طلب مجلس نسبت به این فساد اقتصادی واکنشی نشان میدادند یا خیر. البته شاید نمایندگان اصلاح طلب به دلیل حراس از افشای مفاسد گسترده در دولت اصلاحات همچون پرونده کرباسچی، ماریان سرویس، شهرام جزایری و استات اول تا امروز مهر خاموشی بر دهان زدند. از زمان دادن نشان درجه 1 خدمت تا پشت کردن به او تنها 1 سال طول کشید. اما در این 1 سال معادلات قدرت تغییر کرده و حالا محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین راهی زندان است. او به 5 سال حبس و بازگرداندن 3,850,000,000 تومان محکوم شده. قرار تحت امر فرزند این استان جناب آقای رحیمی هستیم. واقعا از نیروهای شایسته کشور، دلسوز کشور. حالا شاید کسی نگفته باشه، من اینجا بگم به شما، بعد ایشون شبانه روز نداره. آقای رحیمی که همیشه از حمایت بیدریق دوست قدیمیش برخوردار بود، این بار از جایی ضربه خورد که انتظار نداشت. محمود احمدی نژاد در نامه ای اعلام کرد که جرایم آقای رحیمی ربطی به اصولگرایان یا دولت‌های نهم و دهم ندارد. این نوشته شکایت نامه آقای رحیمی را در پی داشت. با این شعر سعدی که چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ او در این نامه خطاب به احمدی نژاد گفته شاید فراموش کرده اید که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می خورد. آقای رحیمی پرونده فسادش را هم به پرداخت پول به نمایندگان مجلس 8 تقلیل داده و گفته مجموعاً 1,200,000,000 تومان به قریب 170 نامزد مجلس 8 پرداخت شده و اسناد و کپی چک‌های صادره در پرونده ثبت است. پرونده آقای رحیمی فراتر از پولیس که از آن صحبت کرده، اما همین افشاگری هم پس لرزه‌هایی داشت. امروز یکی از نمایندگان خواستار اعلام اسامی آن 170 نامزد انتخابات شد، اما ساعتی بعد درخواستش را پس گرفت و به گفته یکی دیگر از نماینده‌ها نامش را پاره کرد. اما چرا آقای رحیمی پای 170 نماینده مجلس را به پرونده‌اش کشیده؟ این 170-180 نماینده چندین بار اسمشون مطرح شده. یک بار زمانی که موضوع کارت‌های هدیه آقای مرتضوی به اونها مطرح شد، یک بار در قضیه پرونده بورسیه‌های غیرقانونی و یک بارم الان که آقای رحیمی داره مطرح میکنه. مطمئناً در این 170-180 تا اسامی مشترک زیاد وجود داره و با توجه به اینکه انتخابات مجلس نزدیکه و سال آینده انتخابات مجلس 10 برگزار میشه، آقای رحیمی خواسته به گونه اعلام بکنه که با افشای این اسامی میتونه مانع رأی آوردن این افراد در مجلس آتی بشه.
از طرف دیگه آقای رحیمی قبلا با رأی نمایندگان مجلس هشتم تونسته بود که رئیس دیوان عالی محاسبات کشور بشه و یادآوری کرده در نامش به آقای احمدی نژاد که من رفاقت تو رو ترجیح دادم به اون رأیی که نمایندگان به من دادن و معاون اولیه تو رو پذیرفتم و این باعث ناراحتی اون نمایندگان شد که شاید اگر من اونها رو ناراحت نمی کردم الان در این وضعیت گرفتار نبودم. با رو شدن پرونده های مالی نزدیکان احمدی نژاد، پای اصولگرایان که مدعی مبارزه با فساد هستند هم بیشتر درگیر پرونده های فساد اقتصادی می شود. هدفی که شاید آقای رحیمی هم که حالا خود را غرق شده می‌بیند با نامه دیروز دنبال می‌کرده. مجید افشار، بی بی سی. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این خرابات خراب آبادم. دوش دیدم که ملائک بر در میخانه زدن، جل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زد. امر فرزند این استان جناب آقای رحیمی هستیم، واقعا از نیروهای شایسته کشور، دلسوز کشور. حالا شاید کسی نگفته باشه، من اینجا بگم به شما، بعد اینشون شبانه روز نداره، نمونه یک کردستانی با صفا، شب و روز داره کار میکنه. اون موقع هایی که فشار به ایشون زیاد آوردن، ناجوان مردانه، توهین ها، تهمت ها، هر روز یه بازی درست میکردن، ایشون میگفت حالا این بازی رو درست کردن، من در پاسخگویی به اونها یه ساعت بیشتر کار میکنم. چون این بازی رو در آوردن که ایشون کار نکنه دیگه، موفق نشه در خدمت رسانی، ایشون یه ساعت بیشتر کار میکنه. این روحیه مردم اینجاست. و اینو ما در آقای رحیمی دیدیم سالها، به خصوص در دولت. دیشب ما سمنان بودیم، ما تقریبا تا از 1:30 شب کارمون طول کشید. بعد ایشون رفتن به خوابن، شرایط جوری نبوده که بتونن استراحت کنن. صبح اومدن اصلا نخوابیده دیشبش. از صبح اومده همطوری پا به پا تو این پروژه ها، سفارش، پیگیری، دنبالگیری کارهای استان. اینایی که عکساشون رو نشون میدید در مرزها با قاطر و والد بار میکنن با لنج ها، اینا اصلی ها نیستن، اصلی ها در تهران نشستن. مرحله اول به جای تقدیر و تشویق این ادعا سرکوب شد. وقتی میگیم 2,500,000 حتما به 2,000,000 میرسیم. وقتی میگیم 2 ماه خانه های زلزله زده ها در آذربایجان باید ساخته بشه، مفهومش اینه اگه 2 ماه نشد 3 ماه میشه. همینا عیب شد از سوی بعضی ها. تعذیر یعنی ادب کردن، چوب زدن. عزمتون رو جزم کنید که این چوب ها را دائما داشته باشید. وظیفه ما چیه به عنوان تعذیرات حکومتی؟ ادب هست. چوب ها را بردارید، وقتی میزنید با اون چوب های تأدیب بر پیکر اونها بزنید که جای چوب نقش دارید. دولت کماکان به همکاری جناب آقای متکی نیازمنده و اون رو از یاران و همکاران خوب و دلسوز خودش میشناسه و خواهد شناخت. بنابراین اینکه گفته میشود در سفر چنین تصمیمی گرفته شد، هرگز چنین نبوده و چنین انشاءالله نخواهد شد. هیچ مسئولی بدین وضع از مسئولیتش خداحافظی نمی کنه، چون اصلا جنبه اخلاقی نداره و جمهوری اسلامی در واقع بر پایه اخلاق و دوستی و مروت نهادش. محمود احمدی‌نژاد has relieved Foreign Minister Menachem Motaki of his duties. Ahmadinejad, in a letter, has thanked Motaki's efforts during his service as the head of Iran's Ministry of Foreign Affairs. The development comes as Motaki is on an official visit to Senegal.
In a separate letter, the president has appointed Dr. Ali Akbar Salehi as Iran's acting foreign minister. شاهد هستیم از طرف دیوان عدالت اداری حکمی برای رئیس سازمان تامین اجتماعی صادر شده. موضع دولت در قبال این حکم چیه؟ تامین اجتماعی یک مؤسسه عمومی انتفاعی غیر دولتی است. من گمان می‌کنم که تصمیم دیوان عدالت اداری در اون مورد نافذ نباشه. که حالا از جهت حقوقی بررسی کردن و پاسخهای مناسب رو در روزهای گذشته دادن. یعنی امکان داره این حکم اجرایی بشه؟ اجرایی نمیشه آقای مرتضوی سر جاش. سازمان ویژه خانوادگی نیست که کسی تخلف کرده، فردی هم مطلع شده اومده تخلف رو اعلان کرده، به جای اینکه متخلف رو دنبال کنن میرن فردی که تخلف رو اعلان کرده باش برخورد میکنه. این بسیار زشته برای ملت ما. جمهوری اسلامی شایسته نیست، برای قوه قضاییه هم شایسته نیست و من برگردم این مسئله رو به طور جدی دنبال خواهم کرد.